روزا اوتانبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان جمعه شب در نشست شورای امنیت گفته که تعامل با امارت اسلامی به معنای مشروعیت بخشی حکومت سرپرست افغانستان نیست. برخی دیگر نیز در این نشست به پیمانه کافی درباره بحران حقوق بشری و حقوق بانوان پرداختند. بس اینجاست که جهان با حکومت سرپرست افغانستان چه سیاستی را دنبال میکند و هدف آنها از تعامل با حکومت سرپرست چیست؟ در این مورد و موضوعات مرتبط بان بس خواهیم داشت با آقایان هر یک عبدالجبار اکبری آگاه سیاسی که اینجا در استودیو با ما هستند و دکتر صاحب زمان استانیزی آگاه روابط بین الملل که از خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. پیش از بس بیندو عزیز پیروزی به تیم کرکت افغانستان در مقابل استرالیا به همه شما تبریک میگم و میخواستم به مهمانان عزیزم بس را میخوایم با شما آغاز بکنیم. اکبری صاحب، گفته های نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان چی را بیان میکنه؟ اینا به دنبال چی هستن با این که با این حرف ها که میگن تعامل با امارت اسلامی به معنای مشروعیت بخشیدن نیست؟ چی را میرسن این موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدالت و آزادی، با سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان شریک در بس، خدمت همه مردم شریف و سربلند افغانستان. من بنابرای خود برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان و همه ملت شریف افغانستان، آنانی که در داخل افغانستان هستند و در بیرون از افغانستان هستند، تبریک میگم. واقعا ورزش خودش پیام سال آبادی و آرامش برای افغانستان. همانطور که شما در مقدمه مشاره داشتین، بدون شک امروز جهان در قبال امارت اسلامی در یک پارادوکس یا در یک تناقض بسیار آشکار قرار گرفته. شما شاهدش هستین، از یک طرف دنیا در برابر امارت اسلامی چراغ سبز نشان میتن، نشست هایی را برگزار میکنن در کشورهای منطقه و فرا منطقه. از جانبی هم شما روز قبل هم شاهدش بودین، نشست شورای امنیت برگزار شد در رابطه با وضعیت جاری افغانستان و اونجا هر کشور نگرانی های خود ابراز کرد. مشخصا صحبت های اونجا مطرح میشه که نشست هایی که قرار است پیرامون افغانستان برگزار شود، این به معنی به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست یا به معنی مشروعیت نیست. من فکر میکنم که جهان در قبال افغانستان یک سیاست یک بام و دوهوار به پیش گرفته است. اگر هدف و مقصدی باشه که این نشست ها بتونه برای افغانستان مهمت و مفید باشه، بدون شک میتونه سمی نشست شورای امنیت هم حداقل یک امیدی برای امارت اسلامی یا یک امیدی برای مردم افغانستان ایجاد میکرد که مردم به این درک میرسید که نشستی که قرار است تا کمتر از 5 یا 6 روز دیگه در دوحه برگزار شود یا نشست سوم دوحه، این نشست میتونست که گره وضعیت کنونی را باز کنه و حداقل مردم امیدواری در وجودشان تداعی شود که جهان نسبت به امارت اسلامی یا نسبت به مردم افغانستان واقعا نگاه ایدئالیستی داره، نه نگاه پوپولیستی. به او اساس من فکر میکنم که این نشست ها فقط به خاطر ماموریت یونما یا سازمان ملل است و هر کشور تلاش میکنه که پیرامون افغانستان فقط در حد یک اعلامیه نگرانی خود ابراز کنند، ولی درد ملت افغانستان در آستانه برگزاری نشست دوحه چقدر میتونه روی برنامه های جهان برای امارت اسلامی تاثیر منفی بگذاره؟ بدون تردید امروز اکثرا کشورهایی که قرار در نشست دوحه اشتراک کنند و امیدها یا زمزمه‌ای وجود داره که گویا نشست سوم دوحه حداقل مردم افغانستان با جامعه جهانی یا حکومت فعلی با جامعه ملل نزدیکتر می‌سازه و اون ناباوری هایی که فعلا نزد دنیا است ممکن با باورها تبدیل شود. کشورهای منطقه یک مقدار خوشبین هستند به نشست دوحه که گویا این نشست میتونه کشورهای منطقه را با افغانستان نزدیکتر بسازه، چون فعلا افغانستان در یک شرایط دست و پاگیر است، حکومت در حاشیه سیاست خارجی دنیا است، هیچ کشوری تنها قادر به این نیست که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. ولی من فکر میکنم که این نشست دوحه حداقل یک نویدی بود برای کشورها، یک الهام بود برای سایر کشورها که حداقل اون شک و تردید یا نگرانی های امنیتی یا چالش هایی که نسبت به امارت اسلامی داشتند، در این نشست ممکن این چالش ها رو در رو با نماینده هایی
از آدرس امارات اسلامی اونجا معرفی میشن، رویش صحبت باشه، یعنی حداقل یک تعامل اونجا شکل میگرفت. ولی شما روز قبل دیدین که نماینده یونما برای افغانستان اینا سریعا اشاره داشتن که این نشست ها به معنی به رسمیت شناختن نیست و مسئله کسب و کار اونجا مطرح کردن، مسئله کار زنا رو مطرح کردن، یک سری موضوعاتی که همیشه کلیشه‌ای و تکراری بوده است. اما در دیدار با مقامات امارات اسلامی مشخصا اگر بگیم روزاتان با دیدارهایی که با مقامات امارات اسلامی می داشته باشن، اینا به حرف از تعامل می زنن و این که پیشرفت ها برای رسمیت شناسی یا مشروعیت بخشی حکومت اینا خبر می تن. چرا باز در نشست های بزرگ کینچینین موزیگری ها می شه و بحث مشروعیت بخشی حکومت سرپرست افغانستان باشه می ره؟ امیر صاحب، من فکر می کنم که دنیا در قبال مردم افغانستان یا امارات اسلامی یک دید واحد پیدا نکردن، یک دید مشترک پیدا نکردن. تنها چند کشور است که امروز تعامل نسبی با امارات اسلامی دارن از لحاظ تجاری یا اقتصادی، ولی کشورهایی که در تراز اول هستند اینا نگاه های خصمانه نسبت به حکومت کنونی دارن. اینا امروز هدفی اصلیشان این است که چطور بتونن در قلب افغانستان جا پیدا کنن، چنانچه در 20 سال قبل هم این کشورها در افغانستان هم گروه های استخباراتی داشتن، گروه های نیابتی داشتن، یعنی تمام دم و دستگاه جمهوریت به دست این کشورها بودن. ولی امروز که دست این کشورها نسبت به امارات، نسبت به حکومت فعلی و نسبت به افغانستان قطع شده، اینا به نحوی تلاش میکنن که یک سری موضوعات بسیار کلانی را اینجا بزرگ بسازن که گویا امارات اسلامی به یا بدون تردید امارات اسلامی به یا میدان بده و اینا بتونن پس دوباره اون خواستهایی که در زمان جمهوریت داشتن یا به اصطلاح اون گروه های نفوذی که در زمان جمهوریت داشتن که همه ایشان بدم و دستگاه کشورها کار میکرد، دوباره میخوان گیره اثر بگیرن. ولی چیزی که برای امارات اسلامی بسیار مهم است وی است که اینا کوشش بکنن که درب تعاملی که در منافع ملی مردم افغانستان باشه او را باز کنن، با تمام دنیا افهام و تفهیم شود. این شستایی که یونما یا نماینده یونما با وزرای سرپرست امارات اسلامی داره یا به اصطلاح مقامات بلندپایه امارات اسلامی داره، بدون شک این خودش یک خوشبینی است، یک امیدواری است که حداقل یونما با اینا ملاقات یا دید بازدید می داشته باشه. ولی برایند یا نتیجه ش یونما نمیتونه که هویدا بساز، حداقل یک تصمیم قاطع بگیره با امارات اسلامی که حداقل حکومت ازمی حالت نجات پیدا کنه. واقعا اگر دنیا در قبال افغانستان تصمیم یا تصمیم جمعی دارن، خب به این باور برسن که امروز افغانستان نیاز به یک حکومت دائمی و پایدار داره. ما خسته شدیم از اینکه حکومت در حال سرپرست باشه، یعنی یک سری نارضایت های میان مردم و میان حکومت باشه و شما عملا میبینین که اون سیاسیون یا مخالفین امارات اسلامی که امروز در بیرون از افغانستان هستن گاهی اونا سر و صدا را میندازن، این می خودش یک مقدار نگرانی را ایجاد میکنه. ولی یونما به عنوان یک نماینده از آدرس سازمان ملل که فعلا به داخل افغانستان است، اینا کوشش بکنن که با هر گزینه ممکن با جنهای حاکم بشینن، یک تعامل مستقیم با پیش بگیرن که حداقل امید ایجاد شه میان مردم افغانستان. مردم از نگرانی از این بدبختی که امروز شما امیر صاحب میبینین مردم به یک وضعیت بد اقتصادی به سر میبرن و امروز اکثرا کشورهایی که با امارات اسلامی تعامل اقتصادی داشتن، متشبسین ما که در گذشته به داخل افغانستان بودن، اکثرا متواری هستن به بیرون از افغانستان هستن. من فکر میکنم که یونما وقتی که خود نزدیک میسازه با امارات اسلامی، حداقل تلاشش به این باشه که قناعت دنیا را به دست بیاره، قناعت سازمان ملل، تا اینکه دنیا در برابر امارات اسلامی یک تصمیم واحد بگیرن، آماده شون که اینا را به رسمیت بشناسن. تشکر استانیزای صاحب، میخوایم این پرسش را از شما هم داشته باشم. جهان به دنبال چی است در افغانستان؟ چه سیاستی را با امارات اسلامی اینا دنبال میکنن؟ و گفته های روزا اوتان بایوا در نشست شورای امنیت چی را میرسانن؟ سلام به شما، مهمان شما و بیننده های شما. مسئله در دنیا نیست، مسئله در طالباست. دنیا در اقلا در رابطه با ملل متحد و موسسات مربوط به آنها در چارچوب یک معیار کار میکنه، اونجا دیدگاه نیست. طالبا اون معیار را پوره نکردن. مراحلش چنین است که یک کسی که قدرت میگیره در یک کشور، چی از رای کودتا، چی از رای انقلاب، چی از رای انتخابات، از هر رای که باشه، اونها باید مشروعیت از مردم به دست بیارن، بعد از اون به رسمیت شناختن از جامعه جهانی. مرحله اول و مرحله دوم به همین ترتیب میاد. طالبا در افغانستان قدرت گرفتن، دو نیم سال، سه سال شد، ولی
در گرفتن قدرت اینها نه به مردم افغانستان فرصت دادن، نه از مردم افغانستان مصلحت گرفتن، نه شورا بوده، نه انتخابات بوده، هیچ چیزی اونجا نیست که اینها به دنیا نشان بدن که ما در افغانستان نماینده مردم افغانستان هستیم، حکومت مردم افغانستان هستیم. ملت برشان قطعا مطرح نیست. اما امارت اسلامی در مقاماتشان در دیدار با مقامات سازمان‌های بین المللی همیشه از دستاوردها گفتین، به عنوان مثال ما میتونیم بخش تامین امنیت اینا به عنوان بزرگترین دستاوردشان و همی قسم جلوگیری از کشت و مواد مخدر اینا جزو دستاوردهایشان است. اما بحث اینجاست استانیزه صاحب که چرا همین مقامات یا نمایندگان سازمان ملل در دیدار با مقامات امارت اسلامی حرف از تعامل میزنن و پیشرفت ها برای مشروعیت بخشی حکومت سرپرست، اما آنجا در نشست های بزرگ من موضوعگیری های متفاوتی را نشان میتن. چیزی را که اکبری صاحبم به او اشاره کرد، به نحو اینا سیاست درویه را به کار گرفتین، آیا از دید شما این حرف چقدر میتونه دقیق باشه؟ ببینید، از روز اول دو نیم سال سه سال پیش و یا هم در سطح جهانی که ما میبینیم، شما وقتی که یک حکومت اعلان میکنه که حکومت اسلامی امارت اسلامی افغانستان است، افغانستان خود تنها جغرافیا نیست، افغانستان مردم است و بعد مردم افغانستان به نحو اینها مشروعیت از مردم می گرفتن، اینها در اون مورد هیچ اقدام نکردن. بنان اینجا مسئله معیار است، نه مسئله درویگی. این نیست که فرض کنیم که شما فرض کنیم تجارت کردیم و کارهای دیگر، او کار همه از جای خود داره، اما هیچ کدامش جای مشروعیت از مردم نمیگیره. بنان چیزی که در حاکمیت طالبا نقص که است یا خلای که اینجا است یا ضرورت که است، که او شرط اصلی است که باید از مردم افغانستان که به نام اونها اینها ادای حکومت میکنن، اونجا اینا باید مشروعیت بگیرن. ما در قانون یا در تعریف دولتی را داریم که در یک دولت ما یک جغرافیا داریم، در پهلوی جغرافیا ما یک ملت داریم و یک حکومت داریم. حکومت نماینده ملت شده میتونه، یعنی این دو طرف یک معادله است. تا زمانی که شما ملت را مطرح نکنین، حکومت شما حکومت نیست، صرف یک حاکمیت هست. بنان طالبا حاکمیت دارن، قدرت دارن، اگر شما میگین امنیت داره، امنیت تمام چیزا را، اما مشروعیت از مردم نگرفتن. به او خاطر است که جامعه جهانی اینها را به حیث نماینده مردم افغانستان نمیشناسن، چون صدای مردم افغانستان در اینجا خاموش است. استانیزه صاحب، شما از معیارات یاد کردین، اما اینجا اکبری صاحب بار دیگر داره میگن این معیارات به یک نحوه به امون آله های فشار برای حکومت سرپرست است تا کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی و خواستهای خود بتانه برای حکومت سرپرست افغانستان تحمیل بکنه. ببینید، اینجا یک مسئله است که افغانستان حالا در محوریت سیاست‌های جهان قرار نداره. 20 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، 10 سال پیش بود، اما این محوریت افغانستان از دست داد. حالا سیاست جهان در رابطه قطب شرق و غرب اگر صحبت میکنیم، این انتقال افته به اوکراین و دلیلی که امریکایی ها از افغانستان برآمدن به خاطر ازی که دیگر محوریت نداشت. حالا اگر مسئله ازی بگم که کشورهای دیگر از افغانستان توقع دارن، کشورهای دو افغانستان چیزی نداره که اونها از افغانستان توقع کنن، از نگاه اقتصاد، از نگاه تولید، از نگاه صنعت، از چی نگاه. خب اما برنامه‌های خود دارن در اینجا. کدام برنامه؟ برنامه هایی که داره، فرض کنیم برنامه های استخباراتی رو بگویم. آله، دنیا اقماری را در بالا داره که لایسنس پلیت موتر شما را میخوانه.
به او استخبارات زمان جاسوسی انگلیسی و مسائل بسیار کنه است، او به درد کس نمیخوره. حالا مسئله از او نیست، این ای که فرض کنیم امریکا و روسیه و چین در رابطه با افغانستان رقابت های داره، او قابل فهم است، اما او باز هم نه به مشروعیت ارتباط مستقیم داره، نه به رسمیت شناختنش ارتباط مستقیم داره، نه به عضویت افغانستان در ملل متحد ارتباط مستقیم. او ارتباطش به ایست که فرض کنیم روسیه به ضد یا به رقابت امریکایی ها میگه که ما طالبان را از لیست سیاه میکشیم، طالبان امریکایی ها میگه که ما خیلی کار میکنیم، او رقابت ها جداست، هیچ کدامش اینجا مطرح نیست. چیزی که مطرح هست ایست که صدای ملت افغانستان تا به حالا طالبان دنیا را قناعت نداده که اینها نماینده مردم افغانستان است، برای اینکه نه در فرمانهایشان، نه در نوشته هایشان، نه اینجا قانون اساسی است، نه اینجا شورا دایر شده، نه پارلمانی موجود است. اینا قدرت گرفتن. خب این بحث های داخلی است، این نیاز نیست که سازمان ملل چیزی را که امارت اسلامی هم بارها برش تاکید کرده و گفته که موضوعات داخلی افغانستان برمیگرده برای حکومت افغانستان و اینا تصمیم میگیرند، در اینجا نیاز نیست که کشورهای دیگه یا سازمانهای بین المللی مداخله داشته باشند. با هم مرتبط هستند، نو به خاطر من قبلا گفتم اول باید یک حکومت ثابت بسازه که مشروعیت از مردم خود بگیره، بعد از او توقع به رسمیت شناختن جهان داشته. این دو تا با هم بسته است، و دنیا به اینا رو به چی نام بشناسه که اینها نماینده کی هستند، اینا مشروعیت خود از کی گرفتن؟ خو اینا نگرفتن، تا بال حکومتشان سرپرست است، حتی حکومت خود تعیین نکردن. خیلی تشکر استانیزو شد، با شما بر میگردیم. اکبری صاحب، آنچه را که استانیزای صاحب اشاره کردن در مخالف حرفای شما بوده، اونا میگن که امارت اسلامی معیارات خود را پوره نکرده، اون معیارات از دید شما چی است که امارت اسلامی تا حالا پوره نکرده؟ خب من فکر میکنم که مشکل اساسی افغانستانی است که همیشه در افغانستان حکومت ها از بالا شکل گرفته است، نه از میان توده ها، نه از میان مردم، پیوسته حکومت ها از بالا آمدن بالای مردم افغانستان، یا تحمیل شدن، یا ای که بالاخره حکومت به اساس غلبه گرفتن، یا به اساس جنگ یا فشار هرچی بود است آمدن. مشکل افغانستان با جهانی است که جهان کوشش میکنه که افغانستان به ایس یک تخته خیز هر کشور در برابر رقیبش استفاده کنه. فراموش نکنیم که مشروعیت که میمان برنامه صحبت کردن، آیا امریکایی ها نبودند که با امارت اسلامی رفتن موافقتنامه دوحه را امضا کردند؟ یک موضوع آفتابی است. آیا امریکایی ها نبودند که مثلا امارت اسلامی را آوردند به صحنه سیاست افغانستان؟ درست؟ یک یا به اساس موافقتنامه بود یا به اساس تفاهمی که اونجا صورت گرفت. خب باید امارت اسلامی باید با جنای حاکم یا جمهوریت باید صحبت می داشت، به خاطر از اینکه یک طرف قضیه جمهوریت بود، طرف دیگه هم امارت اسلامی بود. ولی من فکر میکنم که امروز جهان در برابر امارت اسلامی یا در برابر افغانستان نگاه دیگه دارن. نگاه هایشان قسمی است که هر کشور منافع خاص خود داره. چرا امروز افغانستان یک موقعیت اساس است؟ ما فراموش نکنیم که افغانستان همه چیز داره. امروز بهترین منابع زیرزمینی افغانستان داره. امروز بهترین لیتیم افغانستان داره. امروز بهترین آهن افغانستان داره. بهترین طلا، زمرد و منابع زیرزمینی امروز به داخل افغانستان. اما این کشورهایی که در سیاست جهان دخیل هستن، اینا از نگاه اقتصادی خیلی در یک جایگاه بلند قرار دارن و شاید چشمی برای معدن افغانستان نداشته باشن. آنچه را که استانیزه شایدن برای او اشاره کرد و گفتن و نیاز هم نیست، اونا برای مردم افغانستان فکر میکنن. آیا به حقیقت است این مورد؟ خب امیری صاحب، یک موضوع را باید اصحان کرد که دنیا امروز نسبت به مردم افغانستان، نسبت به امارت اسلامی در یک دید واحد نیستند. چرا؟ وقتی که امریکا افغانستان را ترک میکنه، سرانجام نشست مطبوعاتی برگزار میکنه، حرفی اولشی است که ما به افغانستان به خاطر ملت سازی نرفتیم، یا اگر ما توقع از دنیا داشته باشیم که دنیا افغانستان را گل و گلزار میسازه، این حرفا حرفای واهی است و این حرفا بعید است که دنیا بیا به افغانستان همه چیز درست کنه، یا افغانستان یا دنیا عاشق چشم ابروی من خود باشه. یعنی شما جهان بر مردم افغانستان فکر نمیکنه؟ بدون تردید امروز دنیا در برابر مردم افغانستان دید دیگری داره. هدف اصلی و همین رقابت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محور اساسی چی است که اینا میخوان که به افغانستان پایگاه داشته باشن؟ اینا هر کشور تلاش میکنه که اینجا
به اصطلاح پایگاه نظامی داشته باشه یا پایگاه استخباراتی داشته باشه یا پایگاه نظامی داشته باشه، چون افغانستان موقعیت اساس است. همی اساس بودن افغانستان باعث میشه که دنیا در برابر افغانستان گاهی تصمیم غیر واحد داشته باشند. امروز چرا مثلا اگر مسئله به رسمیت شناختن باشه، خب آمریکا امروز در تراز اول است، یا آمریکا مستقیم خودش آماده میشه امارات اسلامی به رسمیت شناسه، و تمام دنیا جناب امیری صاحب مطمئن باشه که منتظر ایالات متحده آمریکا هستند. و هر کشوری که امروز به اصطلاح یک چراغ نیمه سبز نسبت به امارات اسلامی داره، فقط منتظر ازی هستند که ایالات متحده آمریکا هر ازگاهی که با امارات اسلامی تعامل به این میپردازیم که آنچه که شما هم بیان کردین، آمریکا موافقه کرد و با من تفاهم‌نامه حکومت اینجا آمد و حالا چرا به رسمیت نمی‌شناسه. پس از وقفه به این موارد میپردازیم. ویدیو عزیز وقفه است و دوباره برمیگردیم. بیندای عزیز دوباره خوش آمدین. استانیزه صاحب، بس را میخواییم با شما داشته باشم. هدف سازمان های بین المللی و کشورهای بزرگ جهان که در دیدار با مقامات امارات اسلامی میان حرف از تعامل میزنن، و اینجا هم بگونه امیدواری را نزد مقامات امارات اسلامی به وجود میارن، و بارها ما شنیدیم که مقامات امارات اسلامی به نحو امین تعامل و امین رفت آمد های سیاسی را به نحو به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان دانستین. به نظر شما چگونه است این مورد؟ آیا این امان سیاست دوگانه است یا خیر؟ یکی از این ما از زمان به این عقیده افغانستان خود ما مسئولیت پذیری نمی کردیم. هر چیزی که بود کلش بگردن انگلیس ها بود. انگلیس ها کردن انگلیس ها انگلیس ها. حال انگلیس ها خلاش دالش رو روش ده که کلش امریکا است. چرا ما خود ما مسئولیت پذیر نمیشیم؟ اجازه بتین که از روی یک استعاره و مثال برتان تشکیم. مثلا شما امتحان میتین برتان دهید که فردا شما امتحان ریاضی دارید. و شما امتحان ریاضی نمیگه اون خود در سپورت هم پنج نمره بردیم. او میگه خوب است که در سپورت هم بردی، در معلومات طبیعی هم بردی، در هندسه هم بردی، اما امتحان ریاضی است، برای امتحان ریاضی تیاری داری یا نداری. حالا امریکا هم یک طرف بانین، روسیه و امریکا کل دنیا را. امی از امی طالبا کس پرسان کنه که امی شما به کدام دلیل، به کدام منطق گرفتن نصف نفوس جامعه را در جهل نگاه میکنن و به نام اسلام. امیان گناه امریکاست یا از روسیه از چین است؟ چرا شما زنها را کلش از کار کشیدن که با شرف و آبرو و با کرامت در یک دفتر می نشستن، یک معاش حلال به دست می آوردن، از اونجا کشیدنش حالا در کوچه و بازار گدایی میکنن یا خود فروشی میکنن؟ این حکومت اسلامی شد. امیرم امریکا برای کنم دلائل امارت اسلامی از استانیزه صاحب که اینا میگن که قرار نیست که بحث بانوان کنار گذاشته شود و اینا توجه نداشته باشند. البته شما آنچه را که من دریافت کردم هدفتان همی آموزش دخترها و تحصیل بانوان در افغانستان است. اینا این برنامه موقتی است و رویش کار دارند تا در اون چارچوب شریعت اسلام و برنامه هایی را که امارت اسلامی برشان داره آماده شده. اینجا هیچ اسلام نیست، اینجا هیچ قرآن نیست، هیچ شریعت، کلش کفر مطلق است. در کجای قرآن گفته که شما علم ناموزین؟ ببینین شما هر چیز اینا مخالف علم نیستن. آنچه را که مقامات امارت اسلامی بارها تاکید کرده مخالف علم نیستن. ما امارت اسلامی دروغ میگن. میگن ما ایتو نبود که در افغانستان ما کفر بودیم، مسلمان بودیم، حکومت اسلامی داشتیم، نصاب داشتیم، مکتب بود، تعلیم بود، مکتب همه چیزها بود. خب آل او را بسته کردن. بهانه‌شان چی بود که نصاب نیست؟ بعد از اون نصاب آوردن برای بچه ها هست، برای دختران نصاب اسلام دخترها فرق داره از بچه ها کرده که نصابی از واه هست واضی ها نیست؟ هیچ کدام اینا نیست. ما را 20 سال در مسجد پلخشتی یک انگلیس به ما نماز داد و من پرسان نکردم. حالا ما چی میفهمیم که همین سرنوشت ما را مردم ما را کی تعیین میکنه؟ کجای از این موقت است؟ کجای از این امرسانی است که 3 سال عمر جوانای ما ضایع میشه؟ در جهل نگاهش میکنه، در ظلمت کجای از اسلامی؟ اما بس اینجاست استانیزه سب که هدف
به سازمان های بین المللی از تعامل با حکومت سرپرست چی است؟ اینا وقتی میان میگن که با مقامات امارت اسلامی به سوال ما اینجاست که با مقامات یک چیز میگن با مقامات حکومت سرپرست، اما اونجا میرن در نشست ها چیز دیگر بهم تمام دنیا زمین و آسمان حکومت های مسلمان و غیر مسلمان کلگی میگن که علم فرض است. قرآن میگه علم فرض است. قرآن میگه و امرهم شورا بینهم. قرآن میگه شما به عرفتان برگردین. سنت محمد است. ما پارلمان داشتیم، شورا داشتیم، جرگه داشتیم. کلش به اساس قرآن است. قرآن امر شورا میکنه. چرا اینا شورا نمیکنه؟ توقع دارم استانیزای صاحب آنچه را که اکبری صاحب هم اینجا اشاره کردن به او جهان و دنبال از این است که بر ما و خودت فکر بکنه. اونا خواستای خود دارن. نه، هیچ وقت مسئولیت به دوش کس نمیگذارم. ما خود افغانای ما باید امی غیرت کنیم، امی همت کنیم، مسئولیت پذیر خود ما باشیم. انگلیس در جایش بانیم، امریکا را. اگر امریکا یکقدر بدخواه طالبان می بود، در هفته 40 میلیون دلار برش نمیداد. امریکا ازشان استفاده میکنه، هر طرف اینا را میدوانن برای منافع خود امریکا. من در این قسمت که میمانتان کاملا هم نظر استم، کشورهای بیگانه منافع خود داره، به خاطر منافع خود طالبان را استعمال میکنن. پس اینجا نیاز است که در مقابل چنین تصامیم و برنامه ها استادگی صورت بگیره و امارت اسلامی چنین کار را کرده؟ کدام کار را کردن در امی مورد؟ این خواستایشان اجازه نداد تا که اینا در افغانستان برنامه خواستای ملت دام خواسته ملت تن اجازه دادن. اینا رو ببینین، شما وقتی که در بیرون از کشور هم هیچ کس پشتیبان ندارین، پس چرا شما به ملت خود اتکا نمیکنین؟ به مردم خود ید الله مع جماعه، امی سنت پیغمبر ماست، امی دین ما. چرا ملت افغانستان به اینها اتکا نمیکن؟ بانن امریکا و انگلیس یک طرف. تا زمانی که ملت پشت شما استاد باشه، هیچ کس شما را از قدرت انداخته نمیتونه. اما اگر شما خودتان از ملت فاصله گرفتید، تشکر استانیزه صاحب، به شما برمیگردیم. اکبری صاحب، حرفای استانیزه صاحب شما شنید، اونا بار هستند که حکومت متکی با مردم نیست. حرف شما چی از این مورد؟ ما فکر میکنم مسئله آموزش، مسئله تحصیل، تعلیم دخترها یک موضوعی است که حتی خود امارت اسلامی هم، اعضای امارت اسلامی هم به این موافق هستند که باید دخترها اجازه داده شوند که به تحصیل و تعلیم برگردن. و این حرفی است که ما در دو سال و چند ماه همیشه از این تریبین و سایر تریبین ها صدا بلند کردیم بالای امارت اسلامی که حق تحصیل، حق طبیعی یا حق ابتدایی یا حق اصلی است که شما برای مردم افغانستان بلخص به طبقه اوناس بتین. اگر شما بخواین که اینا را در خانه ها اظهار کنین، واقعا یک جفای محض است در حق خودتان و در حق دختران خودتان و تاریخ در برابرتان خواهد نوشت. این موضوعی است که هیچ فرد دوست نداره که درب آموزش برای دخترش بسته باشه. این تمام ملت افغانستان دوست داره و اکثرا مردم افغانستان هدفی هستش است که امارت اسلامی در مکاتب انتقاد استانیزه صاحب متوجه امارت اسلامی است، میگن که اینا اجازه نمیتن تا دختران. ما فکر میکنم باید اجازه بدن امارت اسلامی. امارت اسلامی امروز با جغرافیای افغانستان حاکمیت داره، سه عنصر حکومت داری را پوره کردن. امروز ملت است که حکومت می سازه. اگر ملتی نباشه حکومتی وجود نداره. وقتی امارت اسلامی به خواست مردم تمکین نکنه، وقتی امارت اسلامی حرف مردم را نشنوه، بدون شک ما گذشته تاریخ سیاسی افغانستان اگر شما نگاه داشته باشین، امین فروپاشی ها و انقلاب ها و کودتا همش نتیجه ای بود است که حکومت ها با مردم رجوع نکردن، خواست های مردم نپذیرفتن، یک رفراندوم یا همه پرسی نبود است. ولی امارت اسلامی به عنوان جنای حاکم که فعلا در جغرافیای افغانستان حاکمیت داره، اینا باید با مردم افغانستان رجوع کنن. خواست مردم افغانستان باید پذیرفته شود با هر گزینه ممکن. ما نمیتونیم که مثلا بعضی اوقات فرافگند باشیم یا چالش های افغانستان به گردن دنیا بندازیم. بدون شک دنیا امروز در برابر افغانستان واقعا دید تاریک داره، یک دید منفی داره و دید واحد پیدا نشده. موضوع اصلی است که افغانستان همیشه میدان رقابت کشورهای منطقه و فرا منطقه بوده است. افغانستان همیشه تقابل استراتژیک کشورهای منطقه و فرا منطقه بوده است. افغانستان هیچ وقت کشورهایی که به داخل افغانستان آمدند، اینا به این نگاه نبودند که مردم افغانستان یک دید واحد نسبت به تاریک داشته باشه. شما از دید تاریک جهان در برابر افغانستان یاد کردین، چی سبب شده که این دید تاریک شد و مردم جهان بر افغانستان یا حکومت افغانستان بی‌باور شد؟ امیری صاحب، شما میدونید که 20 سال پس این همه کشورها به افغانستان حضور داشتند. قوت‌های ناتو بود، ایالات متحده آمریکا، اکثرا کشورهای تراز اول به داخل افغانستان حضور داشتند.
امروزه اون زرق و برق نسبت به افغانستان ندارن، دستشان نسبت به افغانستان قطع شده است و این یک موضوع است که همه ملت افغانستان و خودشان هم بیره میپذیرند، ولی اینا به بهانه های مختلف یا به هرم فشار امروز چرا پول های مردم افغانستان به بانک جهانی مسدود است؟ یک معضل کلان اقتصادی است. اگر پول های مردم افغانستان به دسترسشان قرار می گرفت، امروز ما روی زیر ساخت اقتصادی کار میکردیم، امروز طفل ما گرسنه نمی بود، امروز خانم های ما سر سرک دست به تگدی نمی زد. این یک چالش بسیار کلانی است که هم به امارت متوجه امارت اسلامی است، هم برمیگرده با جهان. چرا حق مردم افغانستان اینا پولی که هست اون را مسدود کردن؟ خب چرا باز نمیکنن و در اختیار مردم افغانستان؟ هدفی است که اینا میخوان که هرم فشار وارد کنن بالای امارت اسلامی، میخوان که خواستهای نامشروع خودشان، خواستهایی که در 20 سال جمهوریت داشتن، شما میدیدین که بدون در نظر داشت سفیر یک والی تعیین نمیشد. ما شاهدش بودیم، قماندان امنیت باید از سفیر باید اجازه میگیره و قماندان امنیت تعیین میشد، همه اختیارات به دست سفارتخانه بود. ولی امارت اسلامی حالا تلاش داره، ما به عنوان سخنگوی امارت اسلامی نیستیم، به عنوان یک فردی که در این جغرافیا زندگی میکنیم، در این جغرافیا هستیم، در اینجا زاده شدیم و بعد حقیقتا گفته شود. امارت اسلامی تلاشش به این است که تصمیم گیرنده خود حکومت باشه، حکومت باید دنیا به رسمیت بشناسه. حکومت درست است مسائلی که مثلا بعضی مسائلی که او در تضاد یا در مخالفت به عرف یا قواعد بندل است، باید امارت اسلامی اون حرفا را کنار بگذاره، باید تن بتبه به قواعد بندل، بدون از اینکه چون افغانستان با جامعه جهانی ملحق است، افغانستان با دنیا تافته جدا نابافته است، به اصطلاح حرف دیپلماتیک یا قاعده جهانی باید پذیرفته شود، امارت اسلامی هم باید بپذیره، چون از این قاعده امارت اسلامی مستثنا نیست و کشورهای اسلامی که امروز ما مجموعه همکاری اسلامی داریم که متشکل از 54 55 کشور است، همه از قاعده جهانی که اونا مسلمان هستند، ملتشان مسلمان است، اونا نظامشان نظام اسلامی است، پیروی میکنند. به این اساس امارت اسلامی هم به این حرف یا مسائل جهانی باید حداقل خود وفق بده. در کنارش مردم افغانستان جناب احمدی صاحب از جنگ خسته شده است. ما شخصا خودم نیست یک فرد از واجه جنگ خسته هستم. ما میگیم که باید تفنگ ها خاموش شود، قلم امروز جنگ تکنولوژی است، باید افغانستان با کشورهای منطقه حداقل از لحاظ ساخت امروز جنگ وجود نداره. یک دستاوردی که ما میتونیم از یاد بکنیم این می است که جنگ وجود نداره فعلا. خب بدون تردید هدف چیست؟ هدفی است که دیگه دنیا با قلم مبارزه میکنه، دیگه جنگ فکری است، جنگ بنای شما فکر نمیکنید که این آرامی یا این چیزی که حالا ما شاهدش هستیم و جنگی وجود نداره و افغان کشته نمیشه؟ بدون تردید ما موافق با این هستیم جناب امیر صاحب. این مورد را به نحو جهان به دنبالش است که بدون تردید امروز به داخل افغانستان آرامش است. امروز شما با خیال راحت میتونید به 34 ولایت افغانستان سفر داشته باشین. از لحاظ امنیتی ما هیچ مشکلی نداریم، ما بارهایی را گفتیم، ولی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اینکه ما تلاش کنیم که روابط دیپلماتیک با جهان و با منطقه برقرار کنیم، برقرار کنیم تا اینکه حداقل نظام ما در نزد دنیا به اصطلاح با جامعه ملل ملحق شود. این حرفایی است که این بستگی به امارت اسلامی داره. مسئله کار زنا، مسئله آموزش، مسئله تحصیل تعلیم، این موضوعاتی است که بستگی به نظام فعلی و مردم داره. خود امارت اسلامی با مردم افغانستان در یک میز بشینند، یک پلتفرم و یک چارچوکاتی داشته باشند، حداقل ما از این چالش، از این مشکلی که امروز دامنگیر مردم است و جهان هم نسبت به این نگاهی داره، ما از این برمیگردیم. تشکر استانیزای صاحب. به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما داشته باشیم، میره که آنچه را که اکبری صاحب هم به او اشاره کردن، جهان دید تاریک نسبت به افغانستان داره، شما دلیل از این چی میبینین و حکومت سرپرست باید چی کار را انجام بده تا این دید تاریک به دید روشن مبدل شود؟ ببینن دلایلی که اکبری صاحب در آخر سخنهای خود گفتن، من با همه اونها موافق هستم. ببینین مشکل در داخل افغانستان است و اینا هم گفتن که طالبان تا به حال به هیچ کسی جواب ندارد که چرا خود شکنی میکنن در کار خود حکومت خود. بنان شما امریکا و روسیه و اینا را یک طرف بانین، کارهایی را که ما خود ما کرده میتونیم در داخل افغانستان، درست است که امنیت آمده، خوی امنیت هم تعریفش یک طرف میمانیم، امیر را فرض کنم که امنیت آمده، پس آیا وقتی که امنیت نیست و مردم هم نمیخوان که در مقابل حکومت جنگ کنه، که هیچ کدام ما نمیخوایم، مردم هم خسته شدن، پس وقتی که رای جنگ نباشه، خب بیان رای سخن آواز کنین، بیان پارلمان آواز کنین، بیان شورا را افتتاح کنین، بیان به مردم فرصت بدین که اونا خواسته های خود با حکومتی که ادعایش میکنه با اونها در میان بگذاره. شما از یک طرف تحریم میکنین، شورا است نه، پارلمان است نه، حزب اجازه ساختنش است نه، آزادی بیان است نه، مکتب است نه، تعلیم است نه، اما جنگ هم نکنین در مقابل ما.
انحصار قدرت ما نگاه میکنیم، خدا بر ما فرمان داده با هیچ کس ما اجازه نمیتیم غیر از اینکه ما مستحق هستیم بنان. هم انحصار قدرت از خود نگاه میکنه، هم مردم از حقوق مدنی و بشری شان محروم میسازه، و همین چیزی که باعث از این شده میتونه به بسیار آسانی که اینا به جامعه جهانی بگه که ببینید ما اینجا انتخابات داشتیم، شورا داشتیم، پارلمان داشتیم، ما رأی مردم گرفتیم، بنان اونا با ما بیعت کردن، بنان ما را به رسمیت بشناسن. اینها به مردم را حق رأی نمیتن، حق بیعت ازشان میخواهند. خب راهکار پیشنهادتان اگر شما کوتاه بفرمایید چون وقت ما تمام است. چیزی که مشکل است، مشکل کلش در کابل است و ما نمیفهم که قدرت در دست کی است. همه که مثل که اکبری صاحبام گفتن که ما نمیفهمیم که کی است که جلو تعلیم و تحصیل و کار زنا را در افغانستان میگیره. طالبان تا بال به ما جواب نداد چون اونا نمیفهمه. و این خودش ثابت میسازه که قدرت در یک جای دیگه است. من به سویچ تشکر. خیلی تشکر استانیزه صاحب، وقت ما تمام است، ممنون حضورتان. تشکر از شما. خیلی ممنون اکبری صاحب از حضورتان در برنامه. بنده عزیز بس ما اینجا به پایان میرسم، ممنون شما که تا این دم با ما بودید، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.